سلام همراهان عزیز، شاید برای همه ما سوال پیش آمده باشد که رهبران و سیاستمداران حکومت پیشین مصروف چه کارهایی هستند. در این ویدیو برایتان درباره استاد حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و مشاور ارشد رئیس جمهور فراری افغانستان معلومات می‌دهیم. بنابراین تا پایان برنامه با ما همراه باشید. حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را همگان به عنوان یک رهبر برجسته ائتلاف مجاهدین علیه تهاجم شوروی در سالهای دور و یکی از جریانسازهای اصلی سیاست افغانستان طی دو دهه گذشته می‌شناسند. آقای محقق طی دو دهه گذشته پست‌های سیاسی مختلف را در بدنه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تجربه کرده، اما همگان بر این موضوع واقفند که همواره قدرت سیاسی و ایجاد موج او در صحنه سیاست افغانستان فراتر از پست‌های سیاسی منصوب شده اش بوده است. برای نمونه، در ساختار سیاسی یک دولت عادی در هر جای دنیا یک مشاور رئیس جمهور آنقدر قدرت برای او تعریف نشده است که بخواهد والی منصوب شده از سوی رئیس جمهور کشور را از آسمان آن ولایت بازگرداند، آن هم به این دلیل که با او مشورت نشده است. اما محمد محقق اوایل سال جاری و پیش از سقوط نظام پیشین، جنرال مراد علی مراد را که از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به عنوان والی دایکنده پیشنهاد و از سوی رئیس جمهور تایید نیز شده بود، از آسمان ولایت دایکنده بازگردانده شد. اینکه این قدرت سیاسی را محمد محقق مرهون پشتبانی مردمی و یا توانایی‌های شخصی اش است را به قضاوت مردم می‌گذارد، مانند همون سوال همیشگی تخم مرغ و مرغ. در ابتدا تخم مرغ بوده یا مرغ؟ که در اینجا آیا در ابتدا توانایی‌های فردی محمد محقق بوده که جامعه هزاره به او اتکا نموده، یا جامعه هزاره به وی در نبود دیگر پیشروهای این جامعه قدرت عرض اندام در میدان رقابت‌های سیاسی در افغانستان داد و از او مرد صاحب نام ساخت؟ به هر حال برای سؤالی که می‌خواهیم از وی مطرح کنیم فرق نمی‌کند که او به چه صورت مطرح شده است، مهم این است که او مطرح شده است. دست کم خود اون نیز نمیتواند انکار کند که میان جمع کثیر از جامعه اهل تشیع و جامعه هزاره تا پیش از سقوط دولت جایگاه داشته و به قول معروف پشت او نماز می‌خواندند. در زمان سقوط دولت، محمد محقق در معیت هیئت از رجال برجسته نظام پیشین در اسلام آباد پاکستان به سر می‌برد. پس از آن سرعت رویدادها در کشور و شوک عجیبی که به مردم افغانستان و دنیا از سرعت سقوط و متلاشی شدن نظام وارد شده بود، به گونه‌ای بود که کمتر کسی مجال توجه به محمد محقق و دیگر شخصیت‌های سیاسی داشتند و یا اگر هم توجه کردند، خواسته مشخصی از آنها نداشتند. اما اینکه مردم عموم خواسته مشخصی از رهبرانشان نداشتند، دلیل بر این نمی شود که رهبرانشان نیز پاسخ مشخص و اقدام مشخص برای نیازهای مردم نداشته باشند. طی دست کم بیش از 100 روز گذشته که از عمر حکومت تازه طالبان می گذرد، تنها کاری که به طور بارز از محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان دیده شده، این است که در صفحه رسمیش پیام‌های تسلیت شخصی به مرگ دوستان و خیشان و همعصران خود بدهد. کاری که شاید احمد بولان فروش سر کوچه خانه من در چهار راهی پل سرخ شهر کابل بیشتر از او بلدیت داشته باشد. و غیر از پست‌های فیسبوکیش، محمد محقق یک دو بار هم در مجلس فاتحه خانی و مهمانهای شخصی همعصران خیش در شهر مشهد ایران دیده شده است. حاجی محمد محقق که طی دو دهه گذشته سطوح مختلف از قدرت سیاسی را به واسطه پشتبانی مردمی در افغانستان تجربه کرده و لذت برده است، بهتر است از چپن به دور خود کشیده‌اش را بیرون کشد و در این روزگار مبهم داعیه‌دار حقوق همان مردم باشد که طی دو دهه گذشته تحت منبر وی سنگ بر سینه زدند. در غیر این صورت مردم این طور برداشت خواهند کرد که محمد محقق و امثال هم تنها زمانی که همه چیز برای آنها مهیا باشد حضور به هم میرسانند و جایگاه والا و امتیازهای بلند میخواهند، اما در سختی ها مردم را فراموش میکنند. جای هیچ شک نیست که این روزها جمعیت کثیر از مردم افغانستان روزهای خوش را به سر نمیبرند.
در رابطه با شخصیت‌های دیگر سیاسی در نظام پیشین که به واسطه پشتبانی مردم طی دو دهه گذشته موقف سیاسی اجتماعی خوبی داشتند نیز در مطالب بعدی سخن گفته خواهد شد و نوک پیکان تنها به سمت محمد محقق نبود. سپاس از توجهتان. لطفاً برای معلومات روز و تازه‌ترین خبرها چینل پرشین سیتی را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی دیگر وقتی همیتان خوش.